با یک سده بهکوشی ما از چپ و راست، نه داد بیفزود و نه خودکامی کاست. این هست ولی که بیش و کم دانستیم، آزادی ما به قدر آگاهی ماست. با درود همواره به فرزندان ایران، به فرزندان جوان ایران بکوشندگان آزادی و بهروزی ایران فردا، فردایی که هم از دیروز آغاز شده است. در ادامه زندگی نامه‌ای که داشتم صحبت می‌کردم، به حوالی زمانی 57 رسیده بودیم. بیفزایم که در این مدت، از بعد از انتشار کتاب سوری در پاییز 49، از در فروردین 50 که من بازداشت شدم تا انقلاب بهمن، تا آستان انقلاب بهمن، در مجموع ما 3 بار جوایز ادبی گرفتیم در مدت‌های بلند و کوتاه. البته اون چه به محکومیت و دادگاه انجامید همون بار نخست بود و اتفاقا خیلی خوب آمد به یادم که این رو بگویم. معمولا وقتی کسی میخوان بازداشت کنن، خب میان به خونهشون یه تحقیقی میکنن که مثلا آثار جرم چه باشد. در خانه شاعر، در خانه خیلی خیلی ساده بازمونده پدری شاعر، که فرزندان دیگر که شاعر نبودن از اون پدر و مادر، این به صورت واگذار کرده بودن به من، طبیعتاً جز کتاب چیزی یافت نمیشه. و بعد هم با این همه خیلی احترام هم خواسته بودن بخونن. یک سوتوالیکوی نماینده داستان هم همراهشون آمده بود. اینها رو میگم به خاطر اون نقطه اصلی که توشه، ولی گفتن اینا هیچ اهمیتی نداره. میخواهم بعد نتیجه کلی بگیرم که ببینیم که نظام دیکتاتوری چه بر با فرهنگ چه میکند، بعد با اون مامورین خودش هم چگونه میپروراند. خب یک ستانیکو هم از دادستانی ارتش اومده بود که اون صورت کتابایی که جمع کردند و بردند لیست کردند، و برای جوانانی که امروز صدای مرا میشنون ممکنه در شگفت بشن که با نظامی که ظاهرن چشمن را دقل که نسیونالیزم ایرانی میدانسته است، از خانه شاعری که من باشم و پژوهشگری که من باشم، از در شمار کتب زاله 3 دوره شاهنامه فردوسی، شاهنامه چاپ بروخیم، شاهنامه چاپ جرمول، تحقیق و چاپ جرمول که بنگاه نشر کتاب توزیعش کرده بود 2 مرتبه و کار بسیار درخشانی بود، و شاهنامه تحقیق شاهنامه معروف مسکو که به لحاظ کار تحقیق بسیار مهم بود. 3 دوره اینا هم جز کتب زاله رفتند، البته پر از حواشی من که خب همیشه مورد تحقیقم بوده. و نخستین شما، یعنی تحقیقی که من کرده بودم رجوع به شاهنامه، و نامش بود پوزش از فردوسی. در این نام به طور کنایی به نیای تاریخی خودم گفته بودم که ما رو ببخش که طور کاملا به شاه کتابت نشناختیم. تون عبور میکنم، فقط میخواهم بگم که در دادگاه نظامی یک سرهنگ شفیعی بود که وکیل تسخیر ما، او گفت که موکل من اجازه نداده که من دفاع مشروع کنم، گفت خودم صحبت بکنم، فقط من میگم که این تقاضاهایی که برای ایشون شده که چی علیه امنیت کشور، توهین به فلان و اینا درست نیست. و انشار کتاب سوری هم که جرم نامیده گرفته شده، اون کتاب هم با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و هنر ایران اداره نگارش چاپ شده است. من وقتی رئیس دادگاه سرتیپ طباطبایی، اینا در خراسان در انجام می شود و پاییز تابستان 1350 خورشیدی، گفت شما بگو، خب حرفی داری بگو. گفتم که آقای رئیس دادگاه، من در این دادگاه هیچ حرفی ندارم،
اون چه باید شما انجام بدید بدید. چون من در دادگاهی دارم محاکم میشم که یک نیروی اشغالگر، گویی نیروی اشغالگری دارد مرا محاکمه میکند. من به اینا من در چنین وضعیت هیچی نمیگم. دادستان فوراً گفت به رئیس دادگاه و دقت بفرمایید که چه توهینی داره به دادگاه میکنه و خودش متوجه است که چه جرمی میفته. رئیس دادگاه شگفت زده پرسید یعنی چی؟ گفتم که آقای رئیس دادگاه، در کشوری که سه دوره شاهنامه فردوسی جز کتب زال باشد، من چه تعبیری دیگه ای بکنم غیر از اینکه نیروی اشغالی کرد اینجای مهمترین سند و هویت ایران رو که خود من با افتخار هم دوره دبیرستان تمامش کرده بودم و تمام عمرم هم دارم برای راجب بو کار میکنم. گفت مگر ممکن است چنین چیزی؟ گفتم لیست نگاه کنید. نگاه کرد آوردن، بعد با حیرت گذاشت جلو آقای دادستان. سرگردی بود به نام سرگرد دانش. گفت این چیز؟ اونم به من نومن افتاد و گفت که پیش میادی از یه حرفا. گفتم حالا که پیش آمده بفهمید که کتاب های شاهنامه من با یادداشت‌های من با اون کتاب بودش از فردوسی سرانجام بعدی که میخواییم مرخص بشدیم نتیجه هرچی باشه به من بگیم. من یاد فقط این گفتم که در نظامی که بر بنیاد یک همچین، یعنی این فضا رو میخواستم روشن کنم که خیلی تعجب آور که مثلا شاهنامه فرسته هم اینجوری بشه. در هر حال بار آخری که ما بازداشت شدیم همزمان بود با دولت نظامی ازهاری که هفته اول همبستگی ملی بود در دانشگاه صنعتی آریامهر. روز اول هفته همبستگی از آن نویسندگان گذاشته بودند. بعد باقی هفته هم حقوقدانان، قضات دادگستری، خانواده شهدا چه چه ها این ها که میگویم در آستانه روی کار آمدن دولت نظامی بود، یعنی یکی دو ماه به انقلاب مانده. و من اونجا صحبتی کردم زیر عنوان ضرورت همبستگی ملی، ضرورت تاریخی همبستگی ملی، و همه حرف و سخنم جز این نبود که این جنبشی که راه افتاده در میهن جنبش مدنی بازخواست حقوق شهروندی است و به هیچ گروه و شخص و طبقه ادعایی هم منسوب نیست، برای که همگانیست، جنبش ملیست. تعریف جنبش ملی هم همینه که طبقات گوناگون درش شرکت دارند و اون چرا که میخواهند مربوط به حقوق مدنی همه انسان هست. بعد از حقوق مدنی هست که حقوق طبقاتی تعیین میشود، حقوق صنفی تعیین میشه. که خب اون سخنرانی هم تموم شد و بعد رفتیم به دانشگاه جلیل شاهپور برگشتیم. اونا رو نباید بگم. خلاصه آخرین بار که ما بازداشت شدیم همون دولت نظامی ازهاری آمده بود و مطابق ماده 5 حکومت نظامی ما رو گرفتن، که البته کوتاه بود. لطفی هم کردن بابت گرفتن، چون من خیلی خسته شده بودم بابت سخنرانی هایی که داشتم. اینها رو خواستم به سرعت بگم از اونجا عبور کنم بیم به آستان انقلاب. در نخستین روزهای انقلاب هم بله، در هر صورت آدمی با پیشینه من میتوانست در دولتی که به وجود آمده بود، حتی با صراحتی که کرد رهبری انقلاب خطاب به من که هنگام آن رسیده است که جوانانی همچون شما در این دولت قبول مسئولیت کنن، و من پاسخ ساده گفتم که ما تنها سپاهی حرفه‌ای آزادی بابت اون چه که در چشمانداز آزادی و بهروزی و بهکامی مردم ما باشه هستیم، بل نه اساساً و اصولاً هنرمند روشنفکر در معنای تاریخیش با قدرت نیست، بر قدرته. اگر با قدرت باشه دیگه نمیتونه قدرت رو تسهیل کنه بی هیچ ادعایی. اما بگویم که حاصل کار در از نخستین روزهای انقلاب کارنامه من عبارت است از دو تا مجموعه شعر گلخون و گلخشم. گلخون حاصل 10 ماه اول انقلاب است و گلخشم حاصل 1.5 سال که در تابستان 1950 منتشر میشه. و نتیجه این انتشارات چنین بود که تا در آستانه خروج که گلخشم از چاپخانه زرد در تهران، پاسداران به چاپخانه و به خانه ما ریختن، به من دسترسی پیدا نکردن.
اما کاری که هرگز در نظام پیشین نشده بود شد. اگر در نظام پیشین شاعر رو میگرفتن با که مقداری هم از کتابهاش میبردن، این بار از زن و فرزند و هر چیزم که بود اون چه شه بگذاشت شیخ آمد درود. درود یعنی دروید، یعنی درو کرد، یعنی خانه ما، خانه چهار طبقه در امیرآباد شمالی کوچه سوم شماره 10 به اضافه کتابخانه عظیم و یادداشت‌ها این بار همش و همش رفت مصادره شد، که تازه البته اینها در مقابل از دست دادن همسر نویسنده عزیزم رویا و هم نوجوانم بعدم نیما کمترین صدمه‌ای بود که من رسید. تازگی ها شنیدم که لابد یکی از سربازان گمنام امام زمان که خانه به او رسیده است شماره 10 خونه امیرآباد شمالی خانه ما را عوض کرده، با این که لابد برای اینکه نمازی یا که در خانه قصد میخواند درست باشه، چون کلاه شرعی باشه برای این. خب باز هم به پایان آمدیم دفتر حکایت همچنان باقی. خوش آباد نوشین ایران زمین. ایران به نام تو غزل آغاز می کنم، پربسته زی جهان تو پرواز می کنم. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. این شعری که خوندم بیت اول غزلی هست که من در 25 سالگی موقعی که ایران رو برای ادامه تحصیل به پاریس ترک کرده بودم سرودم. ایران به نام تو غزل آغاز می کنم، پربسته زی جهان تو پرواز می کنم. ناگفته های من همه فریاد می شوند، آنگه که با تو روی سخن باز می کنم. ای آفتاب کودکیم در طلوع مهر، تا با منی سرود تو را ساز می کنم. تا تو گذار می کنی از معبر خیال، من نیز در خیال خود اعجاز می کنم. دنیای روشنایی و تاریکی تو را با لحظه های گم شده دمساز می کنم. صبح تو را به بام شب خیش می برم، شام تو را به روی سحر باز می کنم. حالی تو را به خلوت خیش از زمین از صمیم جان، حالی تو را به خلوت خیش از صمیم جان دعوت به آستانه این راز می کنم. بر کوه و دشت و بوم و بر ای زادگاه دور، قوغای زندگی است که آواز می کنم. با این غزل شروع کردم بر این که داشتیم در ارتباط با پرچم ایران و هویت ملی و تداوم و تسلسل تاریخ ایران صحبت میکردیم و وعده دادم که بقیه ماجرا رو امروز تعریف بکنم. داستان این بود که گفتیم بیرون از حکومت روحانیان که بنابر بنیان فکری خودشون که همون به اصطلاح ایدئولوژی اسلامگرا هست، نشانه شیر و خورشید رو که نماد کهنسال و تاریخی پرچم ایران بود تغییر دادند و به جای اون نشانه بیریشه و بیتاریخ که گویا متأثر از علامت فرقه سیکای هندی بود گذاشتن و البته بر حاکمانی که میشناسیم حرجی نیست. اما به وجود دو گروه دیگر سیاسی در بین ایرانیان اشاره کردم و دو نوع طرز فکر که یکی از اونها اصولا در پی ایجاد تفرقه و ساخت دولت ملت مصنوعی در ایران هستند. این گروه ها بیشتر آتش بیار معرکه تجزیه طلبی هستند و تکیه بر افکار قوم گرایانه و نژادی دارند. اونها ایران رو
سرزمینی به شمار میارن که مجموعه ملت هاست، ملت های گوناگون و نه صاحب یک ملت به نام ملت ایران. از اونجایی که پرچم و شیر و خورشید نماد و سمبل همبستگی و یک پارچگی ایران هست، اونها با اون با چنین نمادی با چنین سمبولی در واقع سر سازگاری ندارند و این است که برای کوبیدن یا کنار گذاشتن اون به تبلیغات متنوع و جور و واجور و به تحریف تاریخ هم متوسل میشن. گروه سوم بازماندگان جریان‌های چپن که طی چندین سال، چندین دهه در واقع به شدت تحت تأثیر افکار وارداتی احزاب کمونیستی به ویژه حزب کمونیست شوروی استالینیستی بودن. اونا با تکیه بر کتابی که استالین به نام سوسیالیسم و مسئله ملی نوشته بود و در واقع یک آیین نامه‌ای بود برای تمشیت امور کشورهای مستعمره تزاریسم، به هر حال اونها این کتاب، این افکاری که در این کتاب بود رو، مسائل ملی میپرداخت رو، منتقل کرده بودن به ایران و میخواستن شرایط ایران رو هم با این کتاب منطبق بکنند. این بود که سالها ایران رو کثیرالمله مینامیدن و موضوع خلقها و صحبتها که همه گان در جریانش هستیم و میدونیم که چه به اصطلاح آشفتگی ها و چه خسارت هایی چه از لحاظ فکری چه از لحاظ سیاسی برای کشور ما به ارمغان آورد. اما نکته ای که میخواستم بگم و ناگفته ماند این بود که پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان که ریشه در اساطیر ایرانی و در تاریخ دور و دراز ایران داره، نشانه تسلسل و تداوم تاریخی، مدنی، سیاسی کشور ما هست. این پرچم نماد حضور پیوسته و بیگسست تاریخی ما ایرانی ها به عنوان ملتی بزرگ و ریشه داره. با سلطنت پهلوی نیامده که با سلطنت پهلوی بره. از اونجایی که اسلامگرایان حاکم کل تاریخ ایران را به رسمیت نمیشناسند و نمیشناختند و نمیشناسند همچنان و تنها با اون بخشی از تاریخ و سیر تمدن ایرانی میانه مثبتی دارند که با حمله عرب و رواج اسلام آغاز شده، سمبل و نشانهی برگزیدن که نمایانگر این بخش دوم از تاریخ ایران بود، اون به اصطلاح علامت الله. چنین انتخابی به طور نمادین و سمبولیک تاریخ پیش از اسلامی رو ندیده میگیره. نشانهی که حاکمان فعلی بر پرچم ایران نشوندن نمایانگر همه تاریخ ایران نیست، بنابراین برخلاف منافع ملی ایران اونو ساختن و به پرچم ایران تحمیل کردن. این رو هم بگویم که موضوع نادیده گرفتن تاریخ ایران در کلیتش که به دلیل سیاسی و ایدئولوژیک آگاهانه و برنامه ریزی شده در ایران پیاده شده، متاسفانه نتایج فاجعه باری داشته که مهمترین اون سوس شدن پایه های ملیت ایرانی و در نتیجه سربرآوردن افکار قومگرایی و تزیه طلبی بوده. نشانه شیر و خورشید بر پرچم ایران یک میراث ملی، یادگار گذشتگان و سرشار از معناهای نمادین و سرنوشت ساز گذشته و در واقع امانت نیاکانی است که به ما اون رو سپردن. مجلس مشروطیت ایران به هر حال این پرچم رو که قدمتی تاریخی داره و در اساطیر ایران ریشه داره تأیید کرده بود. بی‌اعتنایی به مواریث ملی کار عاقلانه ای نبوده. حاکمان به ساقه یک ایدئولوژی حکومت دینی به این نماد ملی پشت کردند. ایران پیش از آن که اعراب بر او مسلط بشوند وجود داشته، ایران بوده. این پرچم در دست نادرشاه افشار بوده، به تأیید مبارزان مشروطیت رسیده بوده، ستارخان ها و جهانگیرخان سور اسرافیل ها به خداها این پرچم رو بردوش داشتن، روی میز دکتر مصدق بوده. بنابراین نسبت دادن اون به حکومت سابق و محدود دانستن اون به سلسله پهلوی حرف بیمعنا و یک سفسطه بدخواهان است. پرچم نیاکان و پدران ماست که قرنها در این سرزمین زیسته بودند و این نشانه تسلسل تاریخی و تداوم حضور سیاسی و تمدنی ایران را
مثل همچون امانتی برای ما نگه داشته بودن و به دست ما سپرده بودن. این دریغ بزرگی خواهد بود که ما نتونیم اون رو برای آیندگانی که ایران فردا رو اداره خواهند کرد حفظ کنیم. اگر اجازه بدید من شعری میخونم که مرتبط با این حرف هایی است که براتون زدم. باز شعر درباره ایرانه، ایران من. ایران من که خسته و زارم تو را، آخر چگونه دوست ندارم تو را. با من چه می کنی که به خون جگر، زین گونه بی شکیب و قرارم تو را. چون ماهواره ای که به گرد زمین گردان بود، به گرد مدارم تو را. زانسان که دشمنان تو را دشمنم، از یاوران مشفق یارم تو را. با آن که از کنار تو هم برکران، گویی که روز و شب به کنارم تو را. تا در رسد سعادت دیدار تو، رؤیا نورد لحظه شمارم تو را. چون بلبلی که جانب گل می پرد، با یاد گل به گشت و گذارم تو را. تا سرد هم سرود سرافرازیت، شعر و سرود و شور و شرارم تو را. چون آتشی که شعله رنگین دهد، رنگین چو دانه های انارم تو را. آن شاخه شکسته باغم ولی، چون میوه رسیده به بارم تو را. با آن که ره به خطه دیگر برد، شادم که سرنشین قطارم تو را. دشمن اگر به سلسله بندد مرا، باکم نه زان که سلسله دارم تو را. بذر کویر و طعمه طوفان شود، گر دانه ها به خاک نکارم تو را. تا خط و رسم و نقش و نگار منی، بر لوح جان به نقش و نگارم تو را. تا دست من به دامن مهرت رسد، هرگز مهر دست ندارم تو را. با سالهای سرد زمستانیم، چشم انتظار فصل بهارم تو را. روزی که سر بلندیت از ره رسد، بر خاک راه آینه دارم تو را. شاد سربلند باشید. هفته پیش درباره فریدون هویدا صحبت کردم که دوست بسیار عزیزی بود و مثل خود من تا حدی شکمباره، و به همین دلیل هم هر بار که از آمریکا به پاریس می اومد، ما از طفلی ایشون در فامیل های متعددی که داشت در پاریس سورشرانی های مفصل داشتیم. خودشم با یک ابهت خاصی می گفت پلو پلو و خورش، و خودشم دلیلش این رو میگفت، میگفتش که من برای درست موقعی که میبایست شکمبارگی های خودم رو میکردم در دوران جوانی و نوجوانی، متاسفانه در فرانسه بودم و دور از خانواده خودمون در ایران. شما میدونید که اینها هر دوتا، آقای امیر عباس هویدا و آقای فریدون هویدا، هر دوتاشون فرزندان نبیل الملک هستن که یکی از نجوای ایران بود و نجیب زاده بسیار باسوادی بود و آدم معروفی هم بود، و به طور کلی خانواده ای بود که تونستن دوتا آدمی که بر سرنوشت ایران در قرن بیستم تأثیر گذاشت تربیت بکنن و به تحویل جامعه بدن. در هفته گذشته من یکی از خاطراتم را از آقای فریدون هویدا براتون تعریف کردم. امروز هم سعی میکنم که یکی دیگر از خاطرات ایشان رو تعریف بکنم. گفته میشه که
یخشکنی بین آمریکا و چین رو کیسینجر رهبری کرده است و نیکسون انجام داده است، ولی آقای فریدون هویدا درست برعکس این رو میگفت و میگفت این حادثه و این موضوع از دوران جانسون شروع شد. من پرسیدم که چه شکلی. خودش تعریف میکرد که من در نیویورک بودم و در سازمان ملل متحد و یک تلگرافی از تهران آمد که اعلیحضرت شما رو احضار کردن و خودتون رو به سرعت برسونید به ایران. منم خیلی تعجب کردم چون موضوع بغرنجی در جریان نبود که به خاطر اون من لازم باشد که برگردم به ایران، ولی به هر حال در امتثال اوامر شاه هواپیما گرفتیم و آمدم و رفتم به ایران. در ایران بلافاصله تقاضای شرفیابی کردم و رفتم پلوش و اعلیحضرت رو دیدم و اعلیحضرت گفتش که آقای جانسون با من یک پیغام فرستاده است و از من خواسته است که یک جوری پادربیانی کنیم تا اینکه مذاکراتی بین ایران و بین چین و آمریکا به وجود بیاد. و اویدام گفت خب بنده رو برای چی احضار فرمودید؟ گفت خب من فکر کردم که تو که به هر حال این همه سال چپ بوده ای لابد یه ارتباطاتی با چینی ها داری، بنابراین برو و ترتیبشو بده که این کار انجام بشه. گفت منم بلافاصله برگشتم به فرانسه و خیلی فکر کردم که از چه طریقی میتونم برم و این رابطه رو ایجاد بکنم. یادم افتاد که سردبیر وقت مجله نوول ابزرواتور همیشه از ارتباطاتی که با سران سیاسی چین داشت با من صحبت کرده بود، بنابراین خب میشناختمش چون او هم روزنامه نویس بود، من هم روزنامه نویس بودم، سابقه زندگی روشنفکری داشتم در فرانسه و باهاش ارتباط داشتم. تقاضای ملاقات کردم و رفتم ایشون رو دیدم و بهش گفتم که یک همچین اتفاقی افتاده است و آمریکا علاقمند هستش که باب مذاکره رو با چین برقرار کند و دنبال یک وسیله میگردد که این راه باز بشه. گفت خب من چیکار میتونم؟ گفت منم نمیدونم، به من از طرف اعلیحضرت مأموریت داده شده است که این ارتباط رو برقرار بکنم. بعد او هم گفتش چند مدتی صبر کن و اینجا هم بمون. منم دیگه دنبال مأموریتم در نیویورک نرفتم و موندم در فرانسه تا بعد از یه 7-8 روزی دوباره نوول ابزرواتور سردبیرش من رو خواهش کرد که برم پلوش و گفتش که ترتیبی داده است و یک ملاقاتی با یکی از سران چین با من، یعنی با آقای فریدون هویدا به وجود خواهد آورد که بعد از اون طریق بتونید که با هم دیگه این رابطه رو برقرار کنید. ایشون فقط میخواد بیاد و ببینه که تا چه حد و تا چه موقعیتی میتوند روی ارتباط احتمالی آمریکا و چین حساب کند. و باز من برای چند روزی موندم و طبیعی است که یک کسی از کشور چین تقاضای ویزا کرده بود، ولی اونطور که او میگفتش که ویزا برای فرانسه به اون آدم داده نشد و من مجبور شدم که برم به یک کشور دیگری که اونجور که از فهمای کلامش بر آمد و من حد زدم چون صراحتا اسم نبرد به نظرم در الجزایر بود و رفتم و در اونجا ملاقات کردم و گفتم که اینجور که به نظر میرسد خود آمریکاییام از اینکه با یک کشور بسیار بزرگ و عمده مثل چین ارتباط ندارن ناراحت هستن و علاقمند هستن که این موضوع رو ادامه بدن و میخوان که شما ترتیب بدید این کار. اونم گفت خیلی خوب، من برمیگردم و در این مورد صحبت میکنیم. من گفتم خب من چیکار بکنم؟ گفتش که شما احتیاجی نیست، شما برگردید به نیویورک و بعد وقتی که من صحبتم تموم شد میام و در این باره صحبت میکنیم. و من رفتم به
نیویورک و بعد از مدتی خبر آمد که بله اون آقای دیپلمات از چین برگشته است و من هم برگشتم و اینجا صحبت ها رو کردیم و قرار ملاقات ها گذاشته شد که اول در سطح پایین تر و بعد بالاتر تا اینکه به حد ریاست جمهور برسه و من برگشتم به ایران و تمام این گزارش ها رو به شاه دادم و خودم دوباره برگشتم به سر مسئولیت خودم. من چون راجع به این موضوع هیچ وقت چنین چیزی نشنیده بودم، یعنی با وجود اینکه به هر حال من خودم روزنامه نویسستم، روزنامه خارجی رو میخوندم، اینا هیچ وقت همچین ماجرایی رو من نشنیده بودم. گفتم که خب این خیلی مطلب جالبی است، من میخوام که یه جوری این رو بنویسم در مطبوعات، چیکار میکنم؟ گفتش که من برمیگردم و یاد داشتم رو در این مورد برات میفرستم، بقیهش هم دیگه به عهده خودت. ایشون رفتن و یک سری برای من فوتوکپی فرستاد که متاسفانه قسمت هایش خیلی تیره و خراب شده بود. من بهش تلفن کردم که اینها رو دریافت کردم ولی خوب نیستن و گفتش خیلی خوب، اونا رو بنداز دور و من یک سری دیگه برات میفرستم. و بعد متاسفانه در همین فاصله ایشون به بیماری سرطان درگذشت و من اون نامه ها رو دریافت نکردم. اینکه این موضوع تا چه حدی واقعیت دارد یا واقعیت ندارد من نمیدونم، ولی در صحبت هایی که ایشون میکرد دائما میگفتش که تمام سابقه این کار در وزارت امور خارجه آمریکا و همچنین به احتمال خیلی زیاد در دفتر شاهنشاه در ایران وجود داره. همین چند روز پیش یک مناسبتی پیش اومد که من تلفنی با آقای اردشیر زاهدی صحبت میکردم و علاقمند شدم که در این باره هم باهاش صحبت کنم، ولی در ضمن این که داشتم صحبت میکردم به نظرم رسید که این لازم هستش و به خصوص واجب هستش که وقتی باشد که نه با تلفن بلکه حضوراً با آقای زاهدی صحبت کنم. ایشون قول دادن که به زودی خواهند آمد به پاریس و قطعاً بنده یه ملاقاتی باشون خواهم کرد و در این مورد تایید یا عدم تایید ایشون رو خواهم گرفت و بعد از همین طریقم به اطلاع دوستان خواهم رسید. در خبرها آمده بود که دولت هند مبارزه با شیوه سنتی تخلیه شکم یا به عبارت فقهی تخلی در معبر عام رو در قالب یک برنامه بزرگ مملکتی به صورت جدی به مرحله عمل درآورده است یا میخواهد درآورد. از اینکه بحث امروزمون بحث بوداری خواهد بود پیشاپیش معذرت میخوام. برای خوشبو کردن فضا متوسل میشوم به نثر فاخر شاهزبان سعیدی سیرجانی در سفرنامه‌اش به هندوستان. اون بزرگ مرد ادب و فرهنگ، شهید راه آزادی و آزادگی که روحش شاد، خاطرات سفرش رو به هند اینطور آغاز میکنه: از فرودگاه بمبئی تا قسمت‌های آباد و اعیان‌نشین شهر فاصله درازی است. با نخستین نگاهی که از پنجره تاکسی
به اطراف جاده می اندازم غرق حیرت می شوم. کلبه ها و زاغه های دود زده و در هم شکسته جاده فرودگاه رو به تنگی در آغوش گرفتند. فاصله زاغه ها تا لبه آسفالت کمتر از آسفالت جاده کمتر از 10 متر است و نیمی از این فاصله را انبوه کودکان و نوجوانان ژولیده‌موی ژنده‌پوش پابرهنه بیکاره پوشانده است. در مدخل اغلب کلبه ها گروهی به ردیف چنبات می‌زدند و دو دست را ستون سر کردند و کنار دستشان چیز گرد لوله‌دار فلزینی به چشم می‌خورد که خب معلومه چی. راننده بر کنجکاوی من رحمت می‌آورد و از سرعت ماشین می‌کاهد. حس شام مددکار باسره می‌شود و راز صف دراز سرپا نشستگان برملا می‌گردد. اینان در آستانه کلبه خیش و در مرعای رهگذران مشغول تخلیه بامدادی‌اند. این منظره 2-3 کیلومتر ادامه دارد و تماشای ما که ما منظورش ما ایرانی ها که پرده‌ای بر سر صد عیب نهان می پوشیم در هر حال تأمل برانگیز است. دولت هند ظاهراً در بند پرده پوشی نیست، اون وقت نبوده. با همه سنت پرستی ها به سنت شرقی حفظ ظاهر بی اعتناست. حتی به گمانم تعمد گونه ای دارد که مظاهر فقر و پلیدی رو به چشم جهانیان بکشد. اگر جز این می بود با ایجاد یک حصار کمخرج و بی زحمتی از درختان و گیاهان فراوان، گیاهان گرمسیری، مناظر زننده اطراف جاده رو از چشم مسافران خارجی پوشیده می داشت. روح سعیدی سیرجانی شاد که امیدوارم از فراز آسمان شاهد سنت شکنی هندویان و برنامه دولت هند برای مبارزه با این سنت نامطبوع باشد. و ای کاش اون همکار مطبوعاتی ما دکتر صفاءالدین که هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، تجربهش رو برای پیشبرد این برنامه در اختیار دولت هند میگذاشت. در روزگاری که بنده سردبیر اطلاعات جوانان بودم، دکتر صفاءالدین یکی از همکاران بسیار عزیز ما بود و ایشون در همون زمان تحصیلات خودش رو در رشته دندان پزشکی به پایان رساند و به خدمت وظیفه فرا خوانده شد. دوران خدمتش رو در سپاه بهداشت می گذراند. یکی از وظایف سپاه بهداشت برچیدن همین رسم ناپسند و آشنا ساختن روستاییان ایران با تخلیه بهداشتی بود. دوستمان می گفت یک بار مأموریت ما تبلیغ مستراح بهداشتی در منطقه غربی کشور بود. کامیونی حامل لگنهای سفالی ما رو همراهی می کرد.
به هر دهی که وارد می شدیم کنفرانسی ترتیب می دادیم و مزار تخلیه شکم به شیوه سنتی مخصوصا در کنار معابر رو بیان می کردیم و از اهالی می خواستیم که در خانه هایشان مستراح بهداشتی ایجاد کنند. بعد هم به اونها گفته می شد که می توانند لگنهای سفالی را برای مستراح داخل منزل از کامیون تحویل بگیرند، اما کسی گوش به حرفمان نمی کرد و تا نزدیک مرز که رسیدیم لگنها بیشترش روی دستمون مانده بود. در مراجعت اما با وضع دیگری روبرو شدیم. به هر دهی که می رسیدیم همون دهاتی ها که رغبتی به ترک سنت نداشتن مشتاقانه پیش می آمدن و از ما لگن می خواستن. می گفت ابتدا فکر کردیم که بعد از رفتن ما نصایح من در اونها اثر کرده و به مستراح بهداشتی علاقمند شدن، تا اینکه سرانجام یکی از ماموران محلی رازشون رو برملا کرد و گفت بعد از رفتن شما یکی دو نفر که لگن گرفته بودن اون رو به جای مصرف مورد نظر به لگن کشک سابی تبدیل کردن و بقیه هم فهمیدن که فرصت رو از دست دادند. این است که در مراجعت شما فرصت رو مغتنم شمردن که لگن رو تحویل بگیرن و در اون کشک بساید. رفیقمون میگفت ما هم فهمیدیم که در این ماموریت کشک خودمون رو میسایید.